سلام سجاد غفاریان جمع هستم مشاور و کوچینگ تجارت بینالملل توی این کانال تجارت رو به روش کلاسی یاد میگیرید از سری ویدیوهایی که با موضوع صادرات به زمانه هست قسمت سوم رو دارم منتشر میکنم و توی این ویدیوها هدفم آموزش عوامل پایه ای قبل از صادرات در حین صادرات و همچنین بعد از صادرات است هدف کلی اینه که قبل از اینکه وارد صادرات بشیم، به صورت کامل شفاف واضح با واقعیت آشنا و به زبان ساده اصول یک صادرات موفق رو به شما آموزش بدم پس با من همراه باشید موضوع این ویدیو در مورد صادرات به زبان صادق دستوات سوم هستش یکی دیگه از عواملی که ما برای یک صادرات موفق ریاض داریم که انجام بدیم چیزی نیست جز تحقیقات باز. قبل از این که اصلا بخوام تحقیق بازار رو توضیح بدم و ابزار تحقیق و بازار رو توضیح بدم این هستش که ما برای شروع تحقیقات بازار نیازمند یک طرح و برنامه هستیم یا اصطلاحا نیازمند یک استراتژی هستیم باید اون استراتژی اون طرح و برنامه رو طراحی کنیم تا یک تحقیقات بازار موفق داشته باشیم استفاده از ابزار اولین قدم برای شروع تحقیقات بازار خوب از خودتون سوال کنید یعنی چی استفاده از ابزار من ابزار رو اومدم به دو قسمت فضای مجازی و فضای حقیقی تقسیم کرده یعنی چی یعنی استراتژی برای تحقیقات بازار استفاده از ابزاره شاید یه شخص دیگه یه استاد دیگه یه مدرس دیگه بیاد و یک مدل دیگری از تحقیقات بازار رو ارائه بده مهم این نیست که هر شخصی چی ارائه میده مهم اینه که اون روش به نتیجه برسه خب این روش برای من به نتیجه رسیده و میخوام این رو به شما هم آموزش بدم در قسمت اول برای استفاده از ابزار تفاوت بازار نیازمند استفاده از ابزارهایی هستیم که در فضای مجازی موجوده مثل آوار گم یه ویدیو توی کانال هم هست که آمار صادرات زعفران به کویت یا کلن نحوه بررسی و کار کردن با وبسایت ترت رو بر اساس آمار صادرات زعفران به کویت بررسی کردم یعنی صادرات زعفران از ایران به کویت ترت به عنوان یک وبسایت واسط که اطلاعات مورد اطمینانی داره و بر مبنای اطلاعات سازمان تجارت جهانی هست میتونه یکی از ابزارهای فضای مجازی باشه برای تحقیقات بازار اولین آیتمی که ما بخوایم برای اولین گام تحقیقات بازار توی صادرات برداریم و کم هزینه تری کار ممکن باشه چیزی نیست جز استفاده از آمار تر. حالا اینکه چطور با ترد مپ کار کنی و یا اینکه چطور آمار ترد مپ رو استخراج کنی تو دو تا ویدیو کاملا توضیح دادم و لینکش توی کپشن برای شما گذاشتم تا ببینید و کاملا متوجه بشید ابزار تحلیلی وبسایت ترد مپ به شما این امکان رو میده که بتونید برای هر کانالی تصمیم بگیرید البته با توجه به ردیف تعرفه موضوع دیگری که بخوام به عنوان یک نکته مهم در مورد ترد مپ بگم اطلاعاتی که شما توی ترد مپ به دست میارید اطلاعات رایگان یعنی همه به این اطلاعات دسترسی دارن اسامی شرکت هایی که توی ترد میبینید اسامی یا اصطلاحا اطلاعات سوخت است پس به اون اطلاعات اطمینان نکنید شما برای اینکه یک ای اطلاعات دقیق تری وبسایت ترد مپ داشته باشید باید پلن پولی اون وبسایت یا اصطلاحا یکی از اکانت های پریمیوم اون وبسایت رو خریداری کنید تا بتونید اطلاعات دقیق و اطلاعات خوبی برای اینکه تحولات بازار رو اجاب بدید داشته باشید ولی در حالت عادی برای شروع اصلا پیشنهاد نمیکنه برای شروع فعلا از همین آماری که به صورت رایگان هست استفاده کنید و برای کالاهای تخصصی تو از آمار اصطلاحا اکانت های پریمیوم استفاده کنید یعنی که اکانت بخرید و اطلاعات مورد اعتبار رو به دست اسمند دومی که میتونید ازش اطلاعات به دست بیارید وبسایت گمرک ایران هست وارد وبسایت گمرک ایران بشید قسمت آمار قسمت صادرات و همچنین دو قسمت اونجا داره صادرات چمدانی و صادرات و به تفکیک سال به تفکیک ماه آمار کل صادرات حداقل از 20 سال پیش وجوده و شما میتونید آمار صادرات رو به صورت کلی به دست بیارید حالا اون اطلاف به چه صورتیه بر اساس گمرکات کشوریاری مثلا گمرک یست، گمرک آبادان گمرک بندر عباس و بیره همچنین بر اساس آمار صادراتی که ما به کشورها داریم مثلا پاکستان افغانستان بر اساس وزن کالا بر اساس بیزان دلار صادر شده و همچنین بر اساس حجم کالا و بر اساس تعرفه کالای صادر شده به اون کشور هستش آمار گمروت خیلی تخصصی ولی به شما یک دیتایی برای تحقیقات بازار در حیطه فضای مجازی یعنی اینکه که شما برای شروع تحقیقات بازار دنیا برای شروع پرسی صادرات، که کب هزیده پلر پلن یا کب هزیده ترین گزیده رو در اون طراحی استراتژی که اول ویدیو گفته داشته باشید استفاده از این دو تا آیتم است در ادامه میرسیم به استفاده از ابزار عدد در این آیتم استفاده کردن از این ابزار کمی برای شما هزینه بر هست و اون شعاری که من همیشه بینم صادرات از پشت بیس نمیشه در ترن اول باید در نمایشگاه های خارجی که فکر میکنید همسان و همگرد و مرتبط با موضوع کالا شماست به عنوان بازدید کننده شرکت نمایشگاه ها دستبندی دارند نمایشگاه ها رتبه بندی دارند نمایشگاه بر اساس اسم و اعتبارشون سنجیده میشند و شما باید بر اساس اعتبار اون نمایشگاه متوجه بشید که چطور اون نمایشگاه میتونه به شما در پیدا کردن بشن و همچنین در تکمیل تحقیقات بازار به با شما کمک کنه خب قاعدتا شرکت در نمایشگاه خارجی برای شما هزینه بر هست و این هزینه رو باید توی پروسه تحقیقات بازارتون تو به مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم بازارگردی هستش و اطلاعات از کف بازار هست ولی اول و همینجا یه نکته رو بگم خیلی از مدرسی این روک که آقا کاناتون رو وردارین دستتون بگیرید و ببرید تو بازار کشور هدف بازاریابی کنید این اشتباهترین کار ممکن از نظر من چرا که شما وارد یک زنجیره تعبیر می اشتباه میشید چرا که شما وارد یک زنجیره تعبیر می اشتباه میشی شما اصلا زنجیره تقبیل اون کشور رو بررسی نکردید و یه میخواین کالاتون ببرید تو اون کشور به فروش برسوید از کجا بدینید که اون خریدار هست از کجا متوجه میشید که اون شخصی که الان شما کالاتون به دستتون گرفتید و رفتید توی بغازش توی دفتر شرکتش اعتبار داره نه داره حساب باکیش چطوریه اصلا تمنایی خرید کالار داره اصلا از طرز برخورد شما و طرز بزاکره شما با که یه وارد دفترش بشین یا اصلا بخواید باهاش ارتباط بگیرید خوشش میاد و بعد این در حالت عادی شما میتونید بازار رو بگردید ببینید کامل شما در کجای بازار قرار داره اگر کارات مثلا در حوزه مواد غذایی برید توی سوپرمارکت فروشگاه بزرگ فقط ببینید مشاهده کنید با مشاهده کردن که متوجه میشید و میفهمید کالای شما در کدوم قسمت از بازار خیلی خوب داره میفروشید و بعد از اینکه که بازارگردی کردی اونجا میتونید با خریدارهای احتمالی ها حالا اگر به شرکت ها براجعه بکنید با خریدارهای اعتمالی در بازارگردی یا در پروسه در ارتباط بگیرید و با اونها قرار جلسه بذارید و بعد تقیه یک مذاکره موفق کالاتون رو بهشون بحرفی کنید حالا احتمال داره جواب در دریافت کنید یا جواب بله اون در حیل کار مشخص میشه ولی صرف ای که شما پا بذارید تو کشور هدف و کالاتون رو دستتون بگیرید و بخواید بازاریابی کنید این اشتباه ترین کار ممکن است اگر بخواید جمع بندی کنم به این صورت میگم شما در تحقیقات بازار به صورت حقیقی با ارتباط گرفتن با خریداران احتمالی کالای شما میتونید بخشی از پرسه تحقیقات بازار را انجام بدید شما در نمایشگاه به عنوان بازدید کننده و یا یک شخص که دارید توی بازار رصد میکنید کالاتون در کجای بازار یا اصطلاحا در چه مقیاسی از بازار قرار داره میتونید با خریداران احتمالی ارتباط احتمال بگیرید و بعد از ارتباط گرفتن رد و بدل کردن کاتالوگ به قرار مذاکره ختم بشه و تازه اول شروع پروسه صادرات شماست آسون نشون دادن تغییرات بازار به که آقا به اینجا صادر کنید اینجا فکر خوبه مطمئن باشید چیزی نیست جز آموزش زرد برای اینکه پروسه رو به شما آسون بدن یه پکیج رو ازشون بخرید و بگن بله اگر صادراتی انجام نشده کوتاهی از طرف شما بوده ما همه چیز رو در اون پکیج آموزشی گفت در صورتی که برای هر قسمت و هر پروسه از صادرات باید استراتژی داشته باشید مثل اینجا استراتژی تحقیقات بازار به دو صورت فضای بدنی و, و فضای هردلی در قسمت دوم میرسیم به زنجیره تامین مهمترین قسمتی که ما بهش نیاز داریم اگر شما تولید کننده کالا هستید خب نیازمند زنجیره تامین نیستید. خودتون دارین این کالا رو تولید ولی اکثر اشخاصی که تو دوره های آموزشی من هستند و میخوان وارد شغل صادرات بشن تامین کننده در تولید کننده نیست یعنی چی به این معنی که باید با یک تولید کننده ارتباط بگیرند تا بتوند کالای اون تولید کنند در صادر کنند اینجا یه موضوع خیلی مهمی که پیش میاد همون بروکری هستش یا واسطه یا دلالی که یه بحث ترندی هم توی بازار هست به نام صادرات بدون سرمایه دلالی کردن بروکری کردن که اون هم مختص خودش هست و الان نمیخوام بهش بپردازم بحث دلالی و بروکری به صورت کلی شما باید یک زنجیره تأمین مورد اطمینان گیر بیارید یعنی با یک نفر با کارخانه با تولید کننده با چند نفر صحبت کنید کمترین قیمت ممکنه و بهترین کیفیت رو پیدا کنید تا یک زنجیره تأمین مورد اعتبار برای صادرات داشته باشید بحث در مورد زنجیره تأمین خیلی زیاد هستش تو کدوم کالا تو کدوم گروه کالایی چطور پیدا کنیم و اینا خودش سوالاتی هستش که در ادامه پیش میاد ولی برای هر کالا جداگانه باید بگردیم تولید کننده تامین کننده و زنجیره تامین مناسبش رو بیاریم یا اصطلاحا پیدا کنیم هدف من از گذاشته به گنجوندن این موضوع به عنوان یکی از عوامل مهم صادرات چی بود اینه این که ما برای اینکه یک صادرات موفق داشته باشیم باید پیدا کنیم زنجیر درست حالا بعضی از کارفرما ها از از تولید کننده ها هستند که خودشون از صادرات استقبال میکنند به شما پیشنهاد میدم اگر بحث رو برای صادرات بخوای با بتونی با همکاری کنیم قرارداد ببندی که هم پنل بروکری یا صادرات بدون سرمایه میشه که من اولاد توی ویدیوها و توی اینستاگرامم گفتم صادرات بدون سرمایه اصلا ممکن نیست صادرات بدون سرمایه رو بعدا اگر درخواستی بود طی یه ویدیو جداگانه بررسی میکنیم از معایبش مزراتش و همچنین از مزیتهاش میگیم ولی اینجا هدف اینه که به شما آموزش بدم برای اینکه صادرات موفق داشته باشی باید یک زنجیره تعمیر مناسب پیدا کنید حالا این زنجیره تعمیر میتونه در استان فودتون در شهر خودتون با توجه به کالای تولیدی استان باشه میتونه از آشنایانتون باشه هر چیزی میتونه باشه مهم اینه که کانایی که اینجا تحقیقات بازار کردید و مطمئن شدید کانای مورد اعتباری از برای ساندنات بتونید زنجیره تبدیلش رو پیدا کنید ویدیوهای آموزشی من در مورد فرما در توضیح داده بود وارد مثال شخصی که توی کرمان هست به زنجیره تبدیل فرمای مزافتی دسترسی داره و میتونه روی اون محصوب صادراتی کار کنه که لیک اون ویدیو رو توی کپشن براتون می میذارم میتونید ببینید پس عامل زنجیره تامین رو بررسی کنید اگر سوالی بود کامنت کنید تا بهش پاسخ در قسمت سوم میرسیم به شناسایی کشور هدف دستبندی بر اساس واقعیت این که شما در فضای مجازی میبینید آقا به این کشورها این کانال صادر کنید سود داره این کارا رو صادر کنید این کالا رو بفرستید فنا کشور داره این عدد رو بفرستید تا بگم فلا کالا تو کدوم کشور اینا رو رها کنید شما باید دست بدی داشته باشید بر اساس واقعیت واقعیت یعنی چی؟ کشور ایران با توجه به موقعیت قرارگیریش یک سری شرکای تجاری همسایه داره که این شرکای تجاری همسایه برای کسانی که در ابتدای راه هستند میتونه گزینه های فوق باشه البته سر سرد نیستش که کشورهای عربی همسایه به قطر و وارد دهره کویت همچنین بلوک کشورهای حوزه سی است مثل ترکمنستان که بابا در همسایگی هستش و بقیه کشورهای سی آی است که البته ترکمنستان فقط در حوزه سی آی است همسایه هستش پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، عراق اینها کشورهای همسایه ما هست که بیشترین پتانسیل تجاری رو برای صادرات کار را در ابتدای کار دار. زبانی که شما شروع کردید به صادرات و تونستی بازار رو تجزیه تحلیل کنید اون زبانی هستش که شما میتونید به غیر از کشورهای همسایه برای کاناتون دوبال مشتری بگردید پس الان برای شروع دست‌بردی بر اساس واقعیت و ترجیحان کشورهای همسایه دوباره این که فلان کالا رو بفرستیم به اروپا چون خوبی داره فلان کالا رو صادر کنیم به فلان کشور آفریقایی چون سود بالایی داره اینا همه بازی ها یا اینا به اطلاعات زرد توی فضای مجازی برای شروع صادراتتون از کشورهای همسایه شروع کنید چرا که بیشترین پتانسیل صادراتی رو دارد استناد میکنم به اینجا به آمار گمرک شما زمانی که آمار گمرک رو باز کنید و آمار گمرک رو بررسی کنید ببینید که حجم بسیار زیادی از صادرات به همین کشورهای همسایه است افغانستان پاکستان ارمنستان ترکیه و اینها شرکای تجاری ایران به حساب میاد اینها شرکایی هستند که در آمار سالانه یا آمارهای فصلی که سازمان توسعه تجارت و نهادهای مرتبط با تجارت ایران منتشر میکنند از اونها به عنوان اون شرکای تجاری با بالاترین حجم تجارت یاد میشه پس برای شناسه کشورهای هدف از کشورهای همسایه شروع کنید و بر اساس واقعیت ها نه بر اساس آموزش زرد توی فضای مجازی که ماکارانی صادر کنید به آفریقا دیویست درصد سود دارد زعفران صادر کنید به سوئیس 50 درصد سود از اینجور آموزش های زرد و گمراه کننده حالا اگر سوالی دارید در خصوص این قسمت از ویدیو و کلا در مورد صادرات به زبان ساده برای ما کامنت کنید و متشکرم که مثل همیشه من رو حمایت کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار